بینندگان عزیز سلام، امیدوارم که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و امروز جمعه 10 ماه ژانویه برابر با 20 ماه دی ماه 1392 اوقات بهتری پیش رو داشته باشیم. باز هم فرصتی پیش آمد تا در خدمت آقای محمد رزاقی باشیم از فرانسه. به ایشون سلام میکنم، بهشون خوش آمد مجدد میگم در سال جدید و امیدوارم که امسال سالی باشه بهتر برای همه دوستان ایرانی، برای همه انسانهای جهان. آقای رزاقی، میکروفون رو در اختیار شما میذارم تا با دوستان سلام و احوال پرسی کنید، بعد بریم سراغ موضوعاتی که در رابطه با مجاهدین جدا شده و دیگران هست. ضمناً اجازه بدین که به دوستان بیننده یادآوری کنم در حین برنامه، چه در موقعی که امروز جمعه برنامه به صورت زنده پخش میشه و چه در مواقعی که به صورت بازپخش یا ریران پخش میشه، شماها میتونید با شماره تلفن مردم تیوی، با این ایمیل ما، مستقیما با خود کانون، مستقیما با خود دوستان تماس بگیرید، پرسشا و نظراتتون رو مطرح کنید. این دوستان در برنامه های آینده یا هر 3-4 هفته ای پرسش های شما رو پاسخ میدن و نظرات شما رو با دیگران در میون میذارن و دربارش صحبت میکنن. آقای رزاقی، باز هم ممنون از شما، خوش آمدید، بفرمایید. با سلام آقای استوری به شما و همه بینندگان مردم تیوی و تبریک سال نو میلادی به همه شما و به طور خاص هموطنان مسیحیمون. امیدوارم که سال نو سال پربرکت و بهترین ها رو برایشون آرزو میکنم. خب لطف کنید یه مقداری بگید از این تحولات جدید و موضوعاتی که هست. ضمناً دوستان بسیار زیادی سوال کردن، شماها که بعضیاتون خیلی مقامای بالایی داشتین در سازمان و نزدیک بودین، چگونه هست که هیچ کدام در رابطه با شرایط فعلی آقای رجوی صحبت نمی کنید؟ آیا ایشون هست نیست و این موضوعات؟ ضمناً یه مقداری توضیح بدید که شما از کی بر علیه مجاهدین به اصطلاح اقدام میکنید یا صحبت میکنید. میگن که چرا به اصطلاح بعضیا، شما حتی قبلا برای اونها جانبازی هم کردید و حاضر بودید این کار رو انجام بدید، باز دنبال سرنوشت افراد در لیبرتی هستن، از اونها اگر خبری دارید. ضمناً بعضی ها میگن چرا هیچ وقت از خوبی های مجاهدین صحبت نمی کنید، انصاف نیست که همیشه از بدی ها صحبت کنید. من ساکت میشم، پای صحبت های شما می نشینم، بفرمایید. آقای استوری، من قبل از اینکه به موضوع و سوالایی که شما مطرح کردیم بپردازم، جا داره که اینجا از همه دوستانی که تلاش کردند و اون اعتصاب غذای کاذبی که آقای رجوی رو انداخته بود که واقعا داشت یه به سمت تراژدی می برد و با افشاگری ها هر کس به هر طریقی که تونست اقدام کرد و نذاشت این به سمت یک فاجعه بره، من تشکر کنم و به طور خاص تشکر کنم از شما، چون این برنامه واقعا باعث شد بشه صدای چی میگن نجات یک عده که قربانی این فرقه، یعنی رجوی میخواست اینها را قربانی بکنه و من شخصا از طرف خودم و دوستانم از شما کمال تشکر دارم. میدونم توی این راه خب حرفایی یه عده میان میزنن دور از اخلاق و دور از آداب و رسومی که ما ایرانی ها داریم و شما با به هر نحوی شده اینا رو تحمل کردین و فکر نکنم که مثلا خیلی ها حاضر باشن اینو تحمل بکنن، ولی خب اون طرف انسانیت و دیدگاه شما رو نشون میده که چطوری بی تفاوت نیستیم به نسبت به وضعیت جان افراد
و اینا را تحمل کردین که واقعا اون شرایط و اون چیزا به گوش همه ایرانی ها به طور خاص برسونیم و نگذاریم که فرقه رجوی به طور خاص سران فرقه از این موضوع سوء استفاده بکنم و یک فاجعه به وجود بیارم. من اینو از ته دلم میگم که مثل شما را الان مثل برادر بزرگ از شما خیلی از این بابت تشکر میکنم. من ممنونم از شما و کار بزرگی انجام ندادیم، فقط ما باور داریم که خبررسانی و آگاه کردن مردم بهترین روش هست و در این راه به کمک شما دوستان داریم قدم برمیداریم. آقای سوربی از گذار من عکس میبخشین رو حرف شما میگم، ولی از نظر من یه کار بزرگی بود. به طور خاص ببینید ما خیلی راستشو بخواییم امکانات همچنین زیادی نداریم که بخواییم روی ماهواره روی مثلا 24 ساعته روی آنتن باشیم که بخواییم اون حرفامونو بزنیم یا اون موضوعات رو مطرح بکنیم. همین امکانی که داریم مثلا دو ماه یا یک ماه دو ساعت یا یک ساعت میایم اینجا حرفمونو میزنیم، این کار بزرگی بود. به واقع مثلا شاید خیلی هایی که اون چیز فرقه را نمیشناسن، ماهیت فرقه را نمیشناسن، شاید اینو به حالت یک حرف یا گفتار معمولی بگیرن، ولی در واقع اگه یادتون باشه من سری قبل که داشتم اینجا با شما خدمت شما بودم گفتم که بعد صد دو روز اینها دنبال، یعنی خبرهایی که از داخل فرقه به هم رسیده بود دنبال یک بهانه هستن که این شو اعتصاب قضا را تموم بکنن. هم ویدیوش هم هستش، هر کس خواست میتونه مراجعه بکنه. و درست 4 روز بعد از اون صحبتی که با هم داشتیم خانم مریم قجر اومد یک چیز اسپانیا را رو کرد، فیلش را هوا کرد که نمیدونم دادگاه اسپانیا گفته بر علیه صالح فیاض نمیدونم معاون آقای مالکی میخواد اقدام بکنه که اصلا هیچ ربطی به اعتصاب قضا نداشت. و در واقع با این افشاگری، با این امکان آقای سوربی، ما تونستیم جلوی فاجعه را بگیریم، حتی شده مثلا جلوی مرگ یک نفر رو، و این خودش واقعا تو تاریخ موندنیه و من از این بابت باز از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم. خبری از به اصطلاح اعتصاب قضا و تظاهرات هست یا نیست؟ تعطیلش کردن شما خبر؟ نه، این اعتصاب قضا را تعطیلش کردن با همون ترفند و فیل که خانم رجبی هوا کرد که نمیدونم دادگاه اسپانیا میخواد آقای صالح فیاض رو چیز کنه، پیگیری قضایی بکنه، اینو جمعش کردن. ولی آقای سوربی یک حالت توی داخل سازمان، یعنی داخل تشکیلات، یه حالت شکست خورده که بین اعضا به دست اومده، یعنی فضای شکست خورده که میگن که ما 108 روز اعتصاب قضا کردیم، این 7 نفر هم که آزاد نشدن. و یعنی معنیش چی بود که ما 108 روز اینجوری خودمونو مشغول کردیم؟ خیلی ها رفتن به سمت اینکه وضع جسمیشون خراب شد، داشتن از حال میرفتن و زیر سرم رفتن، نمیدونم با جان افراد اینجوری بازی شد. خیلی خنددار سران فرقه برمیگردن میگن که اینا که پیدا نشدن، این 7 نفر که گم شد، اینها بیمه اعضا تو کمپ لیبرتیه. یعنی چیزایی که بی رفته. و بعد از این 108 روز واقعا هر اون اعضایی که توی کمپ لیبرتی هستن در یه حالت ناامیدی، بعد پشت سرش هم که خودتون خبر دارین یک حمله موشکی شد بهشون و 2 نفرشون بر اثر اصابت ترکش کشته شدن، 2 نفر هم بر اثر سکته قلبی. یک حالت چی میگن در هم بر هم، یا چجوری بگم، یه حالت سردرگمی توی
تشکیلات الان توی لیبرتی هستش و افراد به این از گفتار خودشون به این رسیدن که سران فرقه دارن باهاشون بازی میکنن، واقعا دارن با جونشون بازی میکنن، واقعا دارن اینها را بازیچه قرار دادن و یک جواب درست حسابی برای سوالاتی که میکنن ندارن. این از اعتصاب قضایی که فعلا تموم شده و لطف کنید، بعضی ها میگن که این همه سازمان هست و اینها به اصطلاح شما بله بفرمایید، شما چرا به مجاهدین اینقدر گیر میدین و چرا از خوبی هاشون صحبت نمی کنید؟ یه مقداری در این باره صحبت کنید اگر امکان داره. البته اینو من میخواستم اضافه کنم که این اعتصاب غذا یعنی بدون دستاورد تمام شد، آها بله، چیزی نداشت. ولی سوالی که کردید که چرا در مورد مجاهدین صحبت میکنید و خوبی هاشون، ببین آقای سوربی الان بیش از 30 ساله دارن در مورد نقض حقوق بشر در ایران صحبت میکنن، یعنی چیز جدیدی نیست که من بیام در مورد نقض حقوق بشر در ایران صحبت کنم. رژیم ایران بارها توی مجامع بین المللی به خاطر نقض حقوق بشر محکوم شده تو کمیسیون های مختلف سازمان ملل اینا، ولی یه چیزی که سربسته مونده، اون سربسته مونده چی هستش؟ کسی که ادعایه، یعنی سازمان مجاهدین در رأس آن آقای رجوی و خانم مریم قذر که این همه دارن ادعای دموکراسی و آزادی و نمیدونم حقوق برابری و بعد از 24 ساعته انگار مثلا توی چیز نشستن، اینا صادر کننده آزادی و دموکراسی هستن، صحبت میکنن توی نشست برخاستشون با اروپایی ها و امریکایی ها طوری صحبت میکنن که انگار منادی حقوق بشر بین 70 میلیون ایران فقط این چند نفر هستن، در صورتی که یه سری جاها این به این گفتم به نفع رژیم نباشه، یعنی حمایت از رژیم نیست، ولی خیلی جاها روی رژیم رو سفید کردن اینا در نقض حقوق بشر. و این چیزی که آقای سوربی اینها دارن در بیرون نشون میدن تو درونشون 180 درجه فرق میکنه. اینها وقتی که خانم مریم قجن بزک دوزک میکنه میره بالای سن با آمریکایی جولیانی و بولتون رو نمیدونم امثال هم صحبت از آزادی میکنه، صحبت از دموکراسی میکنه، صحبت از لغو اعدام میکنه، صحبت از اینکه نمیدونم آزادی بیان باشه، آزادی عقیده باشه، آزادی پوشش باشه، کدومش توی مجاهدین هست؟ کدومش توی درون تشکیلات اجرا میشه؟ در ضمن اون ورشه که نگاه میکنه همش سرکوبه، همش شکنجه است، شکنجه های جسمی، شکنجه های روحی، همش ببینه آقای سوربی طرف، ما داریم تو سایت ها و اخبار میبینیم میگن زندان اوین مخوف ترین زندان، قبول، چجوریه یک نفر از زندان اوین میتونه با خانوادهش ارتباط داشته باشه، میتونه ملاقات داشته باشه، میتونه تلفنی صحبت بکنه، میتونه مرخصی بگیره بیاد بره پیش خانوادهش؟ والا این روزا با رادیو تلویزیون های خارجی مصاحبه میکنن. بله آقای سوربی، پس چجوریه تو این سازمان مجاهدین که این همه داره ادعای دموکراسی میکنه، مادرها پدرهای پیر میرن 2 سال میشینن پشت در اشرف 5 دقیقه نمیتونن ملاقات بگیرن؟ اینو نباید گفت؟ این که آقای رجوی زمان صدام اونجا دار شکنجه رو انداخته بود، سیاه‌چال رو انداخته بود، نباید گفت؟ نباید گفت که آقا کسایی که هستن توی اشرف و الان کمپ لیبرتی هستن 25 سال خیابون ندیدن، 25 سال با خانوادهشون ارتباط ندارن، 25 سال که مجرد زندگی میکنن، 25 سال که با دنیای بیرون ارتباطی ندارن، اینا رو نباید گفت؟
بله ما رفته بودیم توی مجاهدی، فکر میکردیم که اینها اون چیزی که تو بیرون میگن به اون معتقد هستن و حاضر بودیم جونمونو به خاطر همین بدیم. این چیز پوشیده نیست و ما هیچ کس هم منکر نیستش. ما فکر میکردیم که آقای رجبی اون چیزی که تو بیرون میگه بهاش اگه دادن جانم باشه میارزه، که به آزادی و برابری و دموکراسی و اینجور چیزا برسیم. ولی وقتی رفتیم تو دیدیم که نه بابا، این اون چیزی که ما دنبالش بودیم اون نیست. از بیرون یک مدینه فاضله به آدم نشون میدن، توی بیرون یک چیزایی میگن که فکر میکنی که گم شده تو پیدا کردی، که باید دو تا پا داری، دو تا هم قرض بگیری، بری حتما به سمت اینها، بری داخل تشکیلات. ولی وقتی که تو میری میبینی که ایبداد بیداد، از هیچ چیز خبری نیستش. نه تنها خبری نیستش، بلکه سرکوب نگم رژیم ایران برای پاچیز مثل طالبان، کسی حق انتخاب پوشش نداره. شما توی سازمان مجاهدی نشون بدین که یک زنی بدون روسری باشه، شاخصش خانم مریم قجره. شما یکی نشون بدید بیاد بگه که من فل نفسه یه چیزی دلم میخواستی که شخصا داشته باشم، مگه میتونه حق داره؟ این آزادی تردد نداره. شما حساب بکنید یک نفر 25 سال ترددی به یه شهری، به یک روستایی نداشته باشه. خب ما بیام آقای سوربی، من از این گفتنها باور بکنید که بعضی وقتا خودم بیشتر اذیت میشم یاداوری این خاطرات. ولی اینو چرا بیان میکنم؟ وجدان خودم راحت باشه. نمیخوام یک نفر دیگه مثل من سرنوشتش مثل من بشه. بدونن که راهی که میخوان انتخاب بکنن به کجا میره، تهش ختم میشه. از این بابته من جواب وجدان خودم رو دارم میدم که کسی مثل من علاوه بر اینکه خودش رو زندگیش رو تباه کرده، خانوادهش هم تباه میشه. ما تنها نیستیم که آقای سوربی، یه جایی هست که من اینو به جد دارم میگم، به بینندگان هم میگم، ما خیلی راحت میایم از شرایط اون چیزای جسمی که به ما شده حرف میزنیم، ولی از اون فشارهای روحی که به ما شده، از اون فشارهای، از بابت این فشارها چه آسیبهایی که ما دیدیم، خب اینا رو نمیتونیم بیان بکنیم. خانواده های ما چه آسیبهایی دیدن، اینا رو نمیتونیم بیان بکنیم. شاید یک قسمتش برمیاده به این که ما فکر میکنیم که مثلا تابوه. ببین 25 سال بدون زن و بچه زندگی کردن در زبان گفتن آسونه، ولی یک عده را مریض کرده اونجا، یه عده را پریشان کرده اونجا. همین آقایانی که اینجا دارن ایران رجبی رجبی ایران میگن، توی خارج، توی اروپا و آمریکا نشستن، شعار چه میگن رجبی رجبی میگن. آقای سوربی خیلی معذرت میخوام این حرفو میزنم،
همینا را یک روز نذاری بری تو خونه، سکته کامل نزنه ناقص حتما میزنه. اینا را یه هفته از تخت جدا بکنی، نه خدا میشناسن نه بنده خدا را. توی حرف گفتن آسونه، و اینا از اون طرف هم حق خودم میدونم. چرا من باید زندگیم به اینجوری تباه بشه؟ یا طرف میره نه توی رژیم توی ایران زندگی میکنه، نه زندان رفته، نه شکنجه شده، نه چیز شغلش از دست داده، فقط به خاطر اینکه یک آزادی اجتماعی نداره بلند میشه میاد توی خارج خودشو صداشو تا عرش آسمان میرسونه که من آزادی ندارم، حق و حقوقم خورده شده. من چرا نباید این حرفو نزنم؟ که اینایی که میگن چرا در مورد مجاهدین صحبت میکنی؟ این حق منه، چرا نباید بگم؟ اون بلاهایی که سر من اومده، اون چیزایی که من دیدمو چرا نباید بگم؟ ای کاش ای کاش رجوی کاری میکرد، سران فرقه کاری میکردن که من میومدم میشستم اینجا ازشون تعریف میکردم، از انسانیتشون میگفتم که ندارم، از آزادیشون میگفتم که ندارم، از دموکراسی که میگن ندارم. به چیزی که ندارم من چیکار بکنم؟ بیام بحبه و جهجه بگم؟ یک عمر همین کار کردیم دیگه آقای سربی، به خودمونم دروغ گفتیم، سر خودمونم شیره مالیده. آیا این بس نیست؟ هر کیم که مدعیه که مجاهدین چیزای خوب دارن، چیزای خوبشون برای ما نبوده و نیست. اجازه بدین از اونا خواهش کنیم بیان اونها از چیزای خوبش بگن. بله بله بیان بگن. نه من نمیگم ندارن چیزای خوب، پولای خوب دارن برای دیگران خرج میکنن، مهمونهای خوب دارن برای دیگران ارائه میدن، برای اعضای خودش کاری نکرده که. هدیه‌هایی که میدن برای دیگران میدن. اگر اومده زندگی یک جدا شده را برپا کرده، بیاد بگه که ما هم ببینیم. اما تا دلتون بخواد برای این آقای جولیانی فکر میکنین که توی این 50-60 سالشه چند بار اومده تالا قبل از این که با فرقه رجوی آشنا بشه، اومده پاریس، الان ماهی یکی دو بار تو پاریسه، تو بهترین هتل ها، تو بهترین جاها، بهترین سرویس ها هم براشون ارائه میشه و بهترین پول ها هم بهشون داده میشه. ولی اینا را داره برای دیگران، برای ما که نداره. ما هر کدوممون 20 سال 25 سال هم جونمون رو دادیم، هم عمرمون رو دادیم، بهترین دوران جوانیمون رو پاش ریختیم. نه تنها یک تشکر خالی هم نکرده، تو خیابونم که نفرات میفرسته برای کشتن ما. کار خوبش اینه، ضرب و شتم و تهمت زدن کار خوبشه. و به غیر از من چیزی ندیدم. اگه بوده یکی بیاد به من بگه که این کارو برای تو کردن، من بگم تشکر میکنم. البته برای یه عده میکنه جیباش اینا ماها، اگه چون برای اونا ماهانه نده، اینا دکونه نمیدونم این شورای دستساز و نمیدونم
این چند نفری که دوره برش هستن دکونشون بسته میشه، برینا اونا میپردازه، برای اونا سرویس هاشونو میده، برمیداره نمیدونم از فلان کشور میاره توی اروپا، پاریس، تو بهترین هتل ها، که این آقا بیاد یه تو صفحه اینا باشه، نمیدونم تو روی سن اینا باشه، بعضیشون هم که ایرانی هستن اینجا حقوق ماهانه‌شون رو میگیرن، برای اونا هستش، برای اعضای سازمان که نیست، برای اون دکوری که خودش میخواد اون خرجشو میکنه، اون پولی که ماهانه به بعضی ها میده اگه اونا هم نباشن دیگه این ول معطله، الان که ول معطله اون موقع دیگه خیلی ول معطله، این چند نفر رو نیاز داره به دکورش و برای اونا خرج میکنه. اگه میخوان هر کس دوست داره من بیاد از زندانش بگم، از ممنوعیت هایی که توی اشرف هستش بگم، از رفتارهای غیر انسانیشون با اعضا بگم، آقای سوربی یه چیزیه که با یک بار گفتن یه اونقدر حجم این کارهای رجوی زیاده که بعضی فکر میکنن که ما، شخصا خودم رو دارم میگم، مثلا انگار مثلا آب دارم قاطی میکنم، ولی در واقع اونقدر کم میگم که زیاد نمیگم، چون بعضی از مسائل رو به خاطر احترام تلویزیون و به خاطر احترام بینندگان نمیشه گفت. و این بابتی که من حرف میزنم آیا این حق من هست یا نیست؟ آیا سوال دیگه هست آقای سوربین؟ آقای رزاقی، بعضی از دوستان میپرسن به نظر شماها که بودید در اشرف و در سازمان، سرنوشت افرادی که در لیبرتی هستن چی میشه و چه سرنوشتی در انتظارشون خواهد بود؟ ببین آقای سوربی، ما خیلی تلاش میکنیم که این واقعیت رو به گوش همه برسونیم. سرنوشتشون بستگی به تصمیم آقای رجوی داره. آقای رجوی خیلی و خانم مریم قجر و سران فرقه که در اروپا کنار رود سن توی اورسواز کنگر خورد و لنگر انداختن، خیلی دوست دارن که هر روز، هر هفته یا هر ماه چند نفر کشته بشن، اینها بیان یک مظنون نمایی بکنن که انگار با کشته شدن اون افراد توی کمپ لیبرتی و توی عراق اینها دارن مبارزه میکنن. این یه واقعیتی. خواسته آقای رجوی هر چه کشته بیشتر بهتر، هر چقدر افراد تو عراق بمونن به نفعشه و همین تلاشو میکنه. از قدیم گفتن آقای سوربی این یه مسئله ایرانی هست که میگیم سنگ بزرگ علامت نزدنه. مثلا خانم مریم قجر تو هر سخنرانیش الان چند مدتی عادت کرده میگه که آمریکا بیاد ما را، همه تشکیلات ما را، همه افراد ما را برداره مستقیم ببره آمریکا. آمریکا 100 سال دیگه این کار را نخواهد کرد، اینو خودشون هم میدونن، ولی عمدن این حرف رو میندازه جلو. از یه طرف بیه که ما خواهان خروج هستیم، از یه طرف هم میدونیم که این عملی شدنی نیست. کسایی که اعتراض میکنن میگن که عراق جای مانده نیست، این میخواد بگه که من گفتم که بیایم ما را از عراق خارج کنیم، همه ما را ببرین آمریکا. یعنی این یه شیادی. ولی برگرده به وضعیت نفرات توی لیبرتی، آقای سوربی عراق مملکتی نیست که توش امنیت باشه. خود عراقی ها امنیت ندارن،
هر روز یا انفجارات یا درگیری های قومیه. مملکتی که مردم خودش امنیت نداره، کدوم عقل سلیمی میگه که شما یه عده را تو عراق نگه دارید؟ من اون دفعه مزن خواهم، یه چند وقت پیش یه چیزی نوشته بودم که آقای سربی اگر اینها در روز یک نفر از عراق خارج میکردن، در روز یک نفر، سالی میشد 375 نفر. 365 نفر. 365 نفر. یعنی در طی این 10 سال میشد 3650 نفر. در صورت که اینا از 3200 نفر بیشتر نیستن. اگه واقعا میخواستن خارج کنن چرا خارج نکردن؟ 10 سال که آقای رجبی فقط شعار چیز داشت، چو اشرف نباشد تن من مباد کوها به جنبن، اشرف ز جانت جنبد داد. یعنی 10 سال اینجوری سوزوند. این افراد اونجا فقط گوشتای دم توپ هست. هیچ راهی نیست مگر اینکه اینا به صراحت اعلام کنن که سازمان مجاهدین در عراق در تشکیلاتش تموم شده و نفرات خارج بکنن و تلاش کنن ببینن آقای صاحبی چجوریه. فلان نماینده آقای استیونسون، نماینده اسکاندیناوی تو پارلمان اروپا، چرا تا حالا 10 تا ویزا برای اینا نگرفته از اسکاندیناوی؟ آقای جولیانی بلند میشه هر ماه شال و کلاه میکنه میاد توی پاریس، چرا 10 تا ویزا از آمریکا نگرفته برای اینا؟ نماینده آقای نمیدونم اسپانیا، اگه اینها دلسوز اعضای سازمان مجاهدین هستند، دلسوز و دم از حقوق بشر میزنند، هر کدومشون یه 10 تا 20 تا ویزا میگرفتن اینا رو میبردن کشورهای خودشون. در واقع رجبی و خانم مریم مجاهد و سران فرقه نمیخوان و این از اینها به عنوان ابزار، از انسان ها به عنوان ابزار استفاده می کنن. یه چیزی اون دفعه من یادتون باشه گفتم خیلی خنده دار، اعتصاب غذا این مبارزه برای سرنگونیه. الان این افراد ابزاری است برای با جون افراد تجارت کردن، مبارزه نیست. خودشون اینه دیگه، خودشون ادعا میکنن که کمپ لیبرتی زندانه. آقای سربی از زمانی که آمریکایی‌ها اومدن توی عراق و خلع سلاح شدن، نگهبانی های ما شد با چماق، بعد چماق هم جمع کردن رژه شد با دست تی، برای هر یه دسته یه پرچم زدن. حتی الان اون دسته توی کمپ لیبرتی ندارن. شما حساب کنید این اراذل و اوباشی که داخل ایران هستن، بعضیشون قمه و سلاح دارن، خانم رجعی هم ازشون حمایت میکنه، به این را مدال مبارز میده، و یا این قاچاقچی ها، حداقل اونها چند تا سلاح دارن تو دم دستشون، این اونا هم نداره. آقای رجبی که میگه پیام ارتش آزادی بخش، ارتش آزادی بخش، اون قاچاقچیه جلوتر از آقای رجبیه. اون اراذل و اوباشی تهران قمع و سلاح دارن جلوتر از آقای رجبی هستن تو مبارزه، بس چون اونا سلاح دارن دیگه. رجبی که مدعی ارتش آزادی بخش دسته هم نداره. این افراد تنها چیزشون که مصرفی که برای آقای رجبی دارن جونشونه. اونا اونجا بند خداها باید کشته بشن،
خانم مریم قجر اینجا چند تا قاب عکس آویزون بکنه، یه سبد گل بیاره بذاره زیر قاب عکسشون، بگه مبارزه میکنیم. این تنها اون چیزی که من میتونم بگم و نظر شخصی خودم هستش. تا زمانی که توی عراق هستن گوشت دم توپن و تجارت با جون آقای رجبی و خانم مریم قجر با جون با جان این افراد داره برای خودشون تجارت میکنه. هیچ مبارزه‌ای در کار نیستش، چون اینا نمیتونن توی جامعه فعالیت بکنن، نمیتونن حضور داشته باشن. به لحاظ اجتماعی داریم میگیم، حتی فعالیت سیاسی هم نمیتونن بکنن، چه برسه که به ارتش آزادی بخش. ارتش آزادی بخش ارتش به لباسشه، به توپ و تانگشه. کسی که اینا رو نداشته باشه چه ارتشی؟ این افراد توی لیبرتی توی عراق واقعا گروگانن، اسیرن، و تا زمانی که یک تصمیم جدی برای خروج اینا گرفته نشه، اینها گوشت دم توپن و آقا رجبی و خانم مریم قجر داره از اینا سوء استفاده میکنه برای تجارت خودش، برای سرپوش گذاشتن، برای کسافتکاری های خودش. توی لیبرتی یعنی توی عراق هیچ امیدی به ادامه زندگی نیست آقای سرلی. تازگی چند نفر فرار کردن. آقای سربی یه چیزی گفت، من خودم واقعا متاسف شدم. نفرات میشینن میگن ای کاش این دفعه موشک اومد یکی هم بخوره به بنگال ما، به محل ما. یعنی مرگ و آرزو میکنن. این وضعیت توی کمپ لیبرتی هست. و اما این که گفتین که آقای رجبی، به این سوالتون هم اشاره بکنم، آقای رجبی کجا هستش و چی کار میکنه؟ ببین آقای سوربی، ایشون بیش از 10 ساله که معلوم نیست تو کدوم سوراخ موشه، و اونجوری که شواهد نشون میده ایشون قصد خارج شدن از اون سوراخ موشو نداره. البته من شخصا یا دوستای دیگه نمیتونیم بگیم که مثلا ما میتونیم دنبالش میگردیم فلان. نه ما همچین زوری داریم، نه همچین امکانی داریم، نه همچین نیتی، چون سیستم های چه میگن پیچیده میخواد برای پیدا کردن این. هر وقت البته خودشو نشون داد. الان ایشون بیش از 10 سال توی غیبت حالا سوغراز کبراز رفته توی سوراخ موش، و از اونجا هر از گاهی با صدای خودش یا با پیام خودش اعلام وجود میکنه. و فکر نکنم، من خودم شخصا اونقدر جرم جنایت کرده و خودش اینو بهتر از همه میدونه که چقدر جرم جنایت کرده، به این زودی ها بخواد خودی نشون بده. آقای رزاقی، شما که قبلا در مجاهدین بودید، هیچ وقت اتفاق افتاده بود که ایشون برای مدتی غائب باشه به این صورت عمل کنه؟ نه هیچ وقت. بله مرسی. هیچ وقت، یعنی حتی آقای سربی مثلا خودش می اومد ماها نشست میذاشت، سالی چند بار نشست حضوری میذاشت، چند بار پیام ویدئویی میداد، چند بار پیام داخلی میداد با صدای خودش. یعنی همیشه حضورش محسوس بود.
توی تشکیلات. ولی این که مثلا حتی مثلا یک ماه هم طول نمی کشید که معلوم می شود که آقای رجبی هستش، ولی الان بیش از 10 سال ایشون غیب شده. اگه سوالی هست آقای صاحبی من ادامه بدم یا شما لطف کنید اگه صحبتی هست خودتون میخواین ادامه بدین ادامه بدید، تا من ببینم دوستان اگه سوالی دارن از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل و از طریق شماره تلفن میتونن پیام بذارن و یا با خود کانون مستقیما تماس بگیرن. بفرمایید. آقای صاحبی من یه اشاره کوتاهی بکنم به یه موضوعی. قبلا فرقه رجبی با یه ترفندی از خانواده ها پول میگرفت که نمیدونم ما میخوایم برای فرزند شما وکیل بگیریم و نیاز به مثلا 10-20 میلیون تومان پول هستش. یه شگرد جدیدی که در آوردن و به خانواده ها ایمیل میفرست چیز میکنن، زنگ میزنن، میگن که فرزند شما زخمی شده و نیاز به پول جراحی داره. این دیگه شگرد جدید فرقه هستش و من از این طریق میخوام به خانواده ها بگم که گول این ترفند رو نخورن و به هیچ عنوان یک ریالم بابت این که فرقه رجبی پولی میخواد برای درمان و عمل و فرنه نپردازن. این یک کلاهبرداریه به شیوه جدید. قبلا به اسم گرفتن وکیل این کارو میکردن، الان به اسم این که میخوان فرزند شما را عمل جراحی بکنن، نیاز به عمل جراحی داره، نمیدونم زخمی شده یا پلانه، به این شیوه میخوان از افراد داخل ایران و یا اروپا کلاهبرداری بکنن. اینو خواستم یک اشاره بکنم. یکی از دوستان یه سوالی فرستاده بود که موضع جدا شده ها در مورد جنگ مسلحانه. بله اینو من میخواستم الان ازتون بپرسم، چون اونها میگن که اینجوری که شما صحبت میکنید دوستان بیننده نمیدونن که شما با رهبری فقط مشکل دارید یا با سازمان مشکل دارید، چون سازمان اگر چیزیش عوض شده شما بگید که مثلا این قانون عوض شده ما با این مشکل پیدا کردیم، یا اینکه اون قانون بوده. یکی از اون قانون ها و اساسنامه ها همون جنگ مسلحانه یا اینکه مجاهدین یه سازمان نظامی بودن، میگن چگونه است که شما قبلا باهاشون بودید ولی الان همون عملها رو به اصطلاح نفی میکنید، اونها که عوض نشدن. شما در این مورد لطف کنید صحبت و آیستاری ببینید. این البته به دو تا موضوع من میخوام تفکیک بکنم. یکی عملکردهای خود سازمان و رهبرانش سران فرقه هستش، این یه بحث جدا هستش. خب یه بحث جنگ مسلحانه، البته من سخنگوی جدا شده ها نیستم، حرف خودمه و اون چیزایی که مشاهده کردم در بین جدا شده ها. ببین آقای صاحبی، اولین چیزی که ما تونستیم به ازام موقعیت پناهندگی بگیریم، اینو چه بخوایم چه نخوایم، چه کسی بخواد رو بکنه یا نکنه، نفی خشونت بوده، اونم به طور خاص نفی جنگ مسلحانه. اینو هر کسی توی مصاحبه هاش و چیزاش جواب مشخص داده که تونسته چیزو بگیره. بسیار اجازه بدید من اینو یه بار دیگه توضیح بدم. یعنی اون دوستان بدونن به همین دلیل که شما امروز میتونید در پاریس زندگی کنید، در فرانسه زندگی کنید و قبول شده پناهندگیتون، اینه که اونها میدونن که شما دنبال جنگ مسلحانه نیستید. ولی یه سوالی، پس افرادی مثل خانم رجوی، مریم رجوی و دیگرانی که در اون کمپی هستن که در فرانسه هست، اونها یعنی شما میگید که به دولت فرانسه گفتن که ما دنبال عملیات مسلحانه نیستیم ولی عملا اینجوری نیست؟ این رو یه مقدار برای ما توضیح بدید. اینها پشت درهای بسته، حتی یکی از شیوهایی که اینا تونستن از لیست تروریستی در بیان تو اتحادیه اروپا،
پشت درهای بسته به اروپایی ها و آمریکایی ها میگن که اصلا ما دیگه جنگ مسلحانه ای نداریم، ما هیچ عملیاتی نداریم. این که میان بیرون از اون محیط نمیدونم ارتش آزادی بخش و اینجور چیزا میگن، این شیادیه. پشت اونجا هزار بار توبه کردم و غلط کردم و شکر خوردم و گفتم و میگنم. همین الان هم یک نماینده اروپا یک پارلمانتر یا یک دادگاهی باشه، اینا میگن که ما که جنگ مسلحانه نمی کنیم، ما که اصلا عملیات نمی کنیم. میگن که اصلا ما خلع سلاح شدیم، سلاح نداریم که بخوایم عملیات بکنیم. خب این که باز اون ببخشید این اون سوالو قوی تر میکنه که اگر جنگ مسلحانه میکنید چه نیازی هست که در اشرف باشید، بیا در کشورهای اروپایی که فعالیت های سیاسی اجتماعی رو به صورت خیلی آزاد میتونید انجام بدید و خیلی بله، وسیع تر. دقیقا اینا اون پشت میگن. ولی برای این جنگ مسلحانه فلان اینا آقای سوربی اگه اینو نگه برمیگردیم گفته شما، این باید بیاد بیرون کار سیاسی بکنه. اون یعنی قبول کردن این کار یعنی پاشیدن تشکیلات، یعنی اجازه باید بده اون نفرات 3000 نفر باید بیان بیرون. و اینه که اینجوری ریشه چه میگن اون شیرازه تشکیلاتش اصلا پاشیده میشه. این الان تو اون ظرف میتونه اون 3000 نفر رو نگه داره، بدون اون که اون 3000 نفر که براش 3000 نفر نیستن. آقای رزاقی بعضی از دوستان میگن که شماها و دوستانتون گفتید که یکی از دلایلی که سازمان مجاهدین سعی میکنه افرادش رو در داخل عراق نگه داره این هست که باور داره اگه اینها به کشورهای دیگه بیان اونجا مثل شماها جدا میشن و بر علیه سازمان صحبت میکنن، ضمن اینکه در کشورهای مثل آلبانی و دیگر کشورهایی که اینها رفتن این اتفاق نیفتاده. نظرتون در این مورد چی است؟ آقای سوربی من اینم با اطمینان میتونم بگم اگه در به اردوگاه لیبرتی باز بشه و این افراد بیان بیرون 70-80 درصدشون از سازمان جدا میشن، واقعیت رو میبینن، بیرون رو میبینن و دنیای و اون چیزایی که از دست دادن رو میبینن و اون دروغهایی که تالا سازمان مجاهدین بهشون گفته، یعنی عمر آدم ها رو تباه کرده. این حالا میبینن و طبعا وانمیستن که دوباره به شغل چاهکن و چاله پر کنه ادامه بدن. این که تو لیبرتی این اتفاق نیفتاده، البته اتفاق افتاده، از 200 نفر نزدیک به نصف 80-90 نفرشون از فرقه رجبی جدا شدن رسما. حالا ما هم که وقتی که سال اول دوم سوم چهارم که جدا شده بودیم همچین امکاناتی نداشتیم که بیایم حرفامونو بزنیم. آقای سوربی ما 4 سال توی عراق جدا شده بودیم توی کمپ لیبرتی، کسی صدای ما رو شنید؟ ما از این بابت میگیم که وقتی بیام بیرون ببینن واقعا ببینن که چه بلاهایی سرشون اومده، با خانواده تماس بگیرن، با دنیای بیرون تماس بگیرن و ببینن، حتما حتما جدا خواهند شد. یعنی شما باور دارید که اونها الان در یه شرایط ترس و بلا تکلیفی به سر میبرن و بله. وقتی که این زمان بگذره، این زمان گذار بگذره، اونها هم مثل شما صحبت میکنن و به افشاگری میپردازن. آقای سوربی 100% و یک چیزی هم که بگم متاسفانه باید به این اضافه بکنم، فرقه رجوی از شرایط مالی اونجا داره سوء استفاده میکنه. این آدما چون به یه چیز مالی نیاز دارن، کمک مالی نیاز دارن، از این سوء استفاده میکنه برای بستن دهن اونا. مطمئن باشین اگر یک فضایی به وجود بیاد که
اینها بتونن یک نیمچه، نمیگم استقلال، نیمچه استقلالی روی پای خودشون بتونن روی یه پاشون حتی وایسن که برای زندگیشون زیر پاشون صفر باشه، مطمئن باشین که حرف میزنن. البته الان هم حرف میزنن ولی با اسمای مستعار، اینجوری نیست حرف نزنن. خیلی از خبرهایی که از آلبانی میاد پس کیا میدن؟ ما که تو آلبانی حضور نداریم. اینا هستن که این خبر را میدن و به همین خاطر اون آقای سوربی، ما الان داریم اینجا صحبت میکنیم. ببینید توی شرایط لیبرتی الان هر هفته بگم چند تا فرار داره صورت میگیره. افراد با این که تو اون شرایط هستن دارن فرار میکنن. و یه جایی هم هستش، ببین آقای سوربی، یه واقعیت هم هستش، رجبی ما رو از همه چیز ترسونده بود. من شخصا اینو اعتراف بکنم، تهدید جانی، حرف بزنی یعنی شما خدمت به رژیم کردیم و حکم شما اعدامه. خب طبعا یه سری میترسن، یه سری از این که تونستن فقط جونشون رو نجات بدن و از اونجا سالم بیان بیرون، به واقع همه چیزو میذارن کنار، سیاست رو نمیدونم، دنبال مبارزه رفتن رو اصلا میبوسن میذارن کنار و در سکوت چیز میکنن و یه ادم اصلا بیخیال همه چی میشن. و اگر در بین این افراد کسایی هستن که هنوز هم توی اروپا هستن حرفی نمیزنن، اون انتخاب خودشونه. به کسی نمیشه به زور گفت که بیا مثلا تو در مورد رجوی صحبت بکن. ولی ببین یه شرایطی به وجود آورده، یه ترس. باور کنید آقای ساربی، ما توی سازمان مجاهدین بودیم، از شرمه بریده میترسیدیم. که به ما نگم بریده، اگه از سازمان یه روز بریم بیرون به ما میگم بریده. فکر میکردیم که تو خیابون بریم همه با انگوش ما رو نشون میدم، یعنی این از سازمان مجاهدین بریده اومده و این کلمات ما رو ترسونده بود و هنوز هم داره میترسونه. توی لیبرتی همون متد ادامه داره و متاسفانه اینو باید اعتراف کرد، رجوی تو این زمین ها خیلی موفق بوده، ما را از همه چی ترسونده. باور کنید آقای سوربی، من خودم شخصا فکر میکردم که اگه بیام بیرون از سازمان مجاهدین یا از گرسنگی میمیرم یا از بیخانمانی. میگفتم دیگه من چیکار میتونم بکنم با این وضعیت، با این جسم بیمار، با این نداری، آهی در بساط ندارم. یعنی آقای رجبی کاری کرده که همه را یک به یک نوعی بی آینده، یعنی هر نفر از خودش قطع امید کرده اونجا، به ادامه زندگی فکر میکنه که فقط با فرقه رجبی میتونه زندگی بکنه، اگه از اون جدا بشه میمیره. و الحق هم آقای رجبی با یه سری شجردهایی این کار موفق شده، این توی چیز بین افراد بقبولونه. میگه که هر کس از سازمان مجاهدین جدا بشه در درجه اول موضوع جمهوری اسلامیه، بی آینده هستش. این فکر میکنن که مثلا هر کی بیاد بیرون چه میگن، خیلی معذرت میکنم، مردار میشه. یعنی اینو توی اون میگیم که شستشوی مغزی واقعا این کارو کرده و من اعتراف میکنم و اینو به صراحت میگم، چیزی نداره. و من خودم هم اینجوری بودم، فکر میکردم که از سازمان مجاهدین جدا بشم
من دیگه نمیتونم حتی یک روز به زندگی ادامه زندگی امیدوار باشم. و این متاسفانه ببین آقای سربی، کسایی هستن که 20 سال 30 سال اونجا شبانه روزی کار کردن، یک پاپاسی هم دستشون نیست، تو جیبشون نیست، حساب میکنه الان 50 سالشه بیاد بیرون کجا میخواد بره. و من این رو خودم هم حساب میکردم، و با بچه هایی هم که دوست بودیم صحبت میکردیم و همین هم با همدی هم صحبت میکردیم. و اینجوریه که الان یک ادعا توی آلبانی با یه سری مادیات نگه داشته، یعنی باز وابسته به خودش نگه داشته، یه دیگه هم ترسونده. فکر میکنم که اونهایی که واقعا دست به افشاگری میزنن، ما هم به خدا آقای سربی از شکم سیری نیستش ما این حرفا رو میزنیم. هر کی میتونه بیاد زندگی منو ببینه، هر کی میتونه بیاد دور برای من ببینه که چی دارم چی ندارم. و اگه حرفی میزنم، اون بلاهایی که سرم اومده و اون چیزایی که مشاهده کردم، من دارم اونو میگم. یکی میخواد بگه، شاید یه عده نخوام بگم، اون دیگه تصمیم فردی خودشونه. آقای رزاقی، من از شما بسیار ممنونم. من بارها گفتم که این به اصطلاح یادآوری این خاطرات و ذکرش درد بزرگی رو به اصطلاح باز به یاد شما میاره و فشار جسمی و روحی رو باید تحمل کنید. من به نوبه خودم ممنونم که با تحمل این فشارها حاضر میشید که بیایید هر از مدتی اینها رو برای دوستان بگید، و امیدوارم که دیگران با دقت و کامل به حرفای شما گوش بدن. لازم به یادآوری هست که شما چون قبلا هم مهمان برنامه بودین، ویدیوهای شما روی آرشیو یا صفحه بایگانی مردم تیوی و صفحه کانون آوا هست. دوستان میتونن اونها رو هم نگاه کنن، اگر پرسشی داشتن، نظری داشتن، حتما مطرح کنن. امیدوارم به زودی بتونیم آقای علی اکبر راستگو رو داشته باشیم تا در رابطه با پرسش‌های زیادی که دوستان بیننده و شنونده کردن، از ایشون به صورت یک برنامه پرسش و پاسخ به اصطلاح اینها رو بپرسیم، ایشون هم پاسخ بدن. من باز هم از شما ممنونم. اگر صحبتی دارید بفرمایید. اجازه بدید بگم که در قسمت دوم برنامه با آقای نادر نادری خواهیم بود که ایشون هم قبلا مهمان برنامه بودن، تا در رابطه با مرگ مسعود دلیلی، اگه اشتباه نکنم، بله دلیلی، بله، صحبت کنیم. و همچنین به دوستان بیننده باز یادآوری میکنم که در طی برنامه‌ها و پخش برنامه‌های هر روزه کانون آوا از تلویزیون مردم میتونن سوالات خودشون رو مطرح کنن، ایمیل کنن و هیچ محدودیتی نیست در این مورد. سوال بعد اونه که پرسیده نشه. بفرمایید، همینجا هم من با شما خداحافظی میکنم آقای. منم از شما تشکر میکنم، از بینندگانتون و از این که این فرصت به وجود اومد دوباره خدمت شما باشم، و بینندگانتون کمال تشکر دارم. امیدوارم که فرصت بیشتری بشه، ما مثل اینکه داریم به شما عادت میکنیم، بیشتر طالب این هستیم که شما رو ببینیم. خیلی ممنون از لطف شما. و پس همینجا از دوستان در این قسمت اول خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز، مرسی عزیزم، خدا نگهدار شما. آقای رزاقی رو داشتیم از فرانسه. اجازه بدید که تا چند لحظه دیگه بریم سراغ آقای نادر نادری و پای صحبتهای ایشون بشینیم. بارها گفتم که من نه چون سازمان مجاهدین عضوش بودم و نه چون اونجا بودم، اینجا فقط این وسیله رو در اختیار این دوستان گذاشتم تا حرفشون رو بزنن، صحبتشون رو بگن، خاطراتشون رو بگن. و این چیزایی رو که شما میشنوید صرفا نظرات شخصی این دوستان هست که با مسئولیت خودشون گفته میشه. اگر افرادی هستن که مجاهد هستن، مسئول هستن، میتونن بیان صحبت کنن، اونها هم جا دارن در تلویزیون مردم، همونجوری که قبلا هم وقتی که اینها جزء لیست تروریست ها بودن و هیچ تلویزیونی جرئت نمی کرد اسم اینها رو بیاره، تلویزیون مردم تنها تلویزیونی بود که به اینها برنامه داده بود و میتونن صحبت کنن. ضمناً یکی از دوستان نوشته آقای رزاقی، شما اشتباه کردید، گفتید آمریکا به اینها ویزا نمیده. افرادی مثل آقای جعفرزاده و دیگران که خود را سرسپرده اسرائیل و آمریکا کرده اند، اینها
ویزاهای آنچنانی دریافت کردند و هر روز هم نزدیک کاخ سفید سر کار میرن و برمیگردن. دوستان عزیز، پس چند لحظه دیگه با آقای نادر نادری خواهیم بود. مرسی.